مذاکرات وین و امیدواری برای احیای برجام به افت 8% قیمت دلار منجر شده است. همزمان با تداوم مذاکرات برای احیای برجام در وین، شیب قیمت دلار نزولی است. روز گذشته با تقویت نشانه‌های توافق در وین، قیمت هر دلار آمریکا در چهارراه استانبول وارد کانال 21000 تومان شد و قیمت هر گرم طلای 18 عیار به 948000 تومان کاهش یافت. در این میان بورس نیز از این قافله کاهشی عقب نماند و روز گذشته شاخص کل بورس برای دومین روز پیاپی 13000 واحد ریزش کرد و به فاصله 10000 واحدی سطح حمایت تاریخی خود رسید. ارزش معاملات سهام کاهش 30% داشت و ارزش صفهای خرید در پایان معاملات افت 17% داشت. عباس عراقچی درباره نتایج این دور از گفتگوهای کمیسیون برجام گفته است: خب ما هم در بحث اصلاح هسته‌ای، هم در بحث های تحریم ها نکات ریز فنی داریم، جزئیاتی داریم که اینها باید روش بحث و بررسی صورت بگیره و دقیق بشه. در بسیار از موارد نقاط مشترک وجود داره، در بعضی از موارد هنوز نقاط اختلاف هست. نقاط اختلاف الان روشن‌تر شده با توجه به اینکه بعضی از موضوعات هم کماکان مورد اختلاف هست، لذا کار به آهستگی پیش میره. در این حال روند رو به جلو هست، اگرچه آهسته هست و اگرچه ما نمیتونیم هنوز پیشبینی کامل بکنیم که چه زمانی و به چه شکلی میتونیم توافق رسیم. شکل توافق قطعا بر اساس مواضع قطعی نظام خواهد بود، هیچ تردیدی در این نیست. خب اونها هم مواضع خودشون دارن، نزدیک کردن مواضع به همدیگه خودش کاری هست که کار آسانی هم نیست. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مقابل گفته که هنوز با ایران در وین به توافق نرسیده ایم و مسافتی وجود دارد که باید طی شود تا از موانع عبور کنیم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در کنفرانس خبری با اصحاب رسانه به تبادل زندانیان آمریکایی با ایرانی اشاره کرد. زندانیان یک موضوع انسانی بوده و هست که همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده، جدا از تمامی گفتگوها و مسیرهای دیگه‌ای که در حوزه برجام یا موضوعات مرتبط بوده این موضوع پیگیری شده. ما فکر می‌کنیم که منطقه، ملت‌های دو کشور نتیجه و ثمره چنین گفتگوهایی رو خواهند دید که صلح و ثبات و امنیت و پیشرفت و آرامش بیشتر خواهد بود. این در حالی است که دولت آمریکا و بریتانیا تبادل زندانیان را تایید نکرده و از پرداخت 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده به ایران را نیز تکذیب کردند، اما گفته شده مذاکراتی در این رابطه در جریان است. بین قیمت دلار و مذاکرات برجامی در وین رابطه مستقیم در کوتاه مدت وجود دارد، زیرا رفع تحریم ها می تواند به افزایش ورود ارز به کشور منجر شود و همین روند عرضه و تقاضای دلار را در چهارراه استانبول تحت تاثیر قرار می دهد و به تقویت ارزش ریال و افت قیمت دلار منجر می شود. با این حال اگرچه برجام می تواند در کوتاه مدت به افت قیمت دلار منجر شود، اما تقریبا همه اقتصاددانان بر این باورند برای آنکه ارزش ریال در بلند مدت تقویت شود، باید اصلاحات اقتصادی اساسی انجام شود.